در این ویدیو قصد داریم که به معرفی یک ماشین تولید الکتریسیته ساکن بپردازیم. ماشین های تولید الکتریسیته ساکن خب انواع اقسام زیادی دارن. دو تا از معروف ترین هاشون رو ما اینجا داریم، ماشین تولید الکتریسیته واندوگراف و وینچرست جز معروف ترین ماشین های تولید الکتریسیته ساکن هستن. اما ماشینی که امروز میخواییم بهش بپردازیم و راجع بهش صحبت کنیم، یه ویژگی که داره اینه که به روش خیلی غیر عادی تولید الکتریسیته ساکن میکنه. این ماشین اولین بار توسط کلوین ساخته شد. کلوین هم دانشمند بزرگ انگلیسی که نامش روی مقیاس دمای سلسیوس هم قرار داره، توسط کلوین ساخته شد و معروف به ماشین تولید الکتریسیته ساکن. همونطور که اشاره کردیم عمده جذابیتش به خاطر اینه که به روش غریبی میاد و تولید الکتریسیته ساکن میکنه. فقط قطره های آب و جریان های بادی که آب هستن که از داخل دوتا لوله رد میشن، یه ساختاری که به نظر بی ارتباط میاد با تولید الکتریسیته ساکن. در ادامه برای قبل از اینکه با این ماشین آشنا بشیم و کارکردش رو ببینیم، در تایید اینکه رفتار جالبی داره و در واقع هوش و دقت زیادی از طراحی و ساخت این به خرج داده شده، نقل قولی از یکی از کتاب‌هایی که بزرگترین فیزیکدانان دنیا رو در مورد این ماشین با هم دیگه مرور می‌کنیم. ببینیم. خب به سراغ صفحه 243 کتاب فیزیک و واقعیت می‌ریم که همونطور که گفتیم این فیزیکدان داره صحبت می‌کنه و میگه به جای آن که همه آثار تامسون را از نظر بگذرانیم، منظور از تامسون همون کلوینه، در واقع لورد کلوین لقبش بوده، میگه ترجیح میدهم که با ذکر چند نمونه ساده از کارهای او که مرا سخت مجذوب کرده است برجستگی این اندیشه خلاق را نشان دهم. و بعد در اولین از نمونه کارهای ساده که نشون دهنده یه اندیشه خلاقه میاد، دستگاه قطرات آب برای تولید بار الکتریسیته ساکن رو توضیح میده و میگه که چقدر جالب کلوین اقدام به اختراع این نوع ماشین تولید الکتریسیته میکنه، که حالا در ادامه بریم ببینیم از چه قطعاتی تشکیل شده و چطور کار میکنه. این وسیله ماشین تولید الکتریسیته ساکن کلوین هستش. خب قسمت های مختلفش رو مرور میکنیم و ببینیم به چه طرزی کار میکنه و چطور تولید الکتریسیته ساکن میکنه. یه ظرف آبه، که در واقع دو تا روزنه داره که آب میتونه از اینها خارج بشه به صورت قطره قطره، حالا یا یه مقداری با شدت بیشتر از قطره که جریان کم پیوسته ای رو ایجاد کنه. خب این قسمت این جاهای مشخصی داره که اینا رو بذاریم. وقتی این تو آب بریزیم و اون دریچه ها رو باز کنیم، قطره های آب از اینجا خارج میشن و از اینجا خارج میشن. خب وقتی از اینجا میریزن، مهمه که از داخل یه تیکه رسانا رد بشن و بریزن در داخل این ظرف رسانای دیگه. این قطره ها هم که از اینجا رد میشن، کافی از یه حلقه رسانا که از ما یه تیکه لوله آهنی استفاده کردیم و اینجا چسبونیم، از داخل این رچن بریزن دوباره داخل یه ظرف دیگه. و نکته‌ای هم که مهمه، همونطور که مشاهده میکنید، این قطعه در واقع حلقه فلزی با یه سیم به این ظرف که قرار این قطره های آب توش بریزن وصله. این ظرف فلزی هم با یه تیک سیم به این یکی حلقه که قرار این قطره ها از توش رد بشن و بریزن وصله. باید اینا با هم ضرب دری وصل باشن
و این فلز داره الکتریسیته میشه، این فلز هم همینطور، و اینا رو ما با یه تیک سیم آوردیم که الکتریسیته ها بیان اینجا توی این گلوله، توی این گوی جمع میشن، این الکتریسیته ها میان توی این گوی جمع میشن، یکیشون مثبته یکیشون منفیه، و بین این دوتا ما میتونیم تخلیه الکتریکی و همون جرقه رو ناشی از تولید بار ببینیم. خب همونطور که پس متوجه شدیم، ماشین تولید الکتریسیته کلوین هر دو نوع بار رو، مثبت و منفی، هر دو رو تولید میکنه، یکی از اینا مثبت دیگری منفی. خب حالا داخل این ظرف من آب ریختم، درش رو برمیدارم و با چرخوندن اون پیچهایی که تعبیه شده کار میکنم که آب به صورت قطره قطره، بلکه یه مقدار سریعتر، از داخل اونا رد شه و بریز داخل ظرف. خب حالا همونطور که مشاهده میکنیم، جریان آب داره از اونجا میاد و از داخل این رد میشه و داخل این ظرف میریزه. این سمت هم همینطور از اونجا جریان آب میاد، از داخل این رد میشه و میریزه داخل این ظرف. اگر با دقت و حوصله به تماشا بنشینیم، جرقه ها رو میتونیم ببینیم. خب حالا کاری که ما میخواییم کنیم اینه که ما یه دونه الکتروسکوپ میاریم، در حالی که ماشین داره کار میکنه یه دونه سیم وصل میکنیم به یکی از فلزات این وسیله و سیم دیگر رو وصل میکنیم به ماشینمون، به الکتروسکوپمون ببخشید، تا اینکه میخواییم با این کار تولید بار رو مشاهده کنیم. خب حالا رفتار الکتروسکوپ رو هم که وصل کردیم مشاهده میکنیم. همونطور که مشاهده میکنیم کم کم ماشین شروع میکنه تولید الکتریسیته کردن، الکتروسکوپ ما باردار شدن نشون میده، الان داره زیاد میشه، بعد ناگهان با تخلیه الکتریکی در واقع الکتروسکوپ به حالت اول و بدون بار برمیگرده. با صدای هر جرقه که میشنویم الکتروسکوپ برمیگرده به حالت اول.